دوستان و همراهان عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه و عالی عالی باشین به کانال پادکست زمزم خوش اومدین در این قسمت میریم به سراغ خلاصه داستان خسرو شیرین اثر نظامی گنجوی داستان خسرو شیرین یک داستان عاشقانه است که در مورد عشق خسرو پرویز پادشاه ایرانی در زمان ساسانی است که عاشق یک دختری به نام شیرین میشه و شیرین یک شاهزاده ارمنی است که بعدها ملکه ارمنستان میشه با کانال پادکست زمزم همراه باشید داستان عاشقانه خسرو پرویز هرمز پادشاه ایران صاحب پسری میشود و نام او را پرویز مینهد پرویز در جوانی علا رقم دادگستری پدر مرتکب تجاوز به حقوق مردم می شود. او که با یاران خود برای تفرج به خارج از شهر رفته شب هنگام در خانه یک روستایی بسات ایش و نوش برپا می کند و بانگ ساز و آوازشان در فضای ده تنین انداز می گردد. حتی قلام و اسب او نیز از این تعدی بی نصیب نمی مانند. هنگامی که هرمز از این ماجرا آگاه می شود بدون در نظر گرفتن رابطه پدر و فرزندی عدالت را اجرا می کند. اسب خسرو را می کشد، غلام او را به صاحب باقی که داراییش تجاوز شده بود می بخشد و تخت خسرو نیز از آن صاحب خانه روستایی می شود. پس از این ماجرا خسرو انوشیروان پدر بزرگ خود را در خواب می بیند. انوشیروان به او مژده میدهد که چون در اعضای اجرای عدالت از سوی پدر خشمگین نشده و به منزله عذرخواهی نزد هرمز رفته به جای آنچه از دست داده محبتهایی به دست خواهد آورد که بسیار ارزشمندتر میباشند دلارامی زیبا اسبی شبدیزنام تختی باشگو و نوازنده‌ای به نام باربات مدتی از این جریان میگذرد تا اینکه ندیم خاص و شاپور به دنبال وصف شکوه و جمال ملکی که بر سرزمین اران حکومت می کند سخن را به برادرزادی او شیرین می کشاند. سپس شروع به توصیف زیبایی های بیحد او می نماید. آنچنان که دل هر شنونده ای را اسیر این تصویر خیالی می کرد. حتی اسب این زیبارو نیز یگانه و بی همتاست. سخنان شاپور پرنده عشق را در درون خسرو به تکاپو وامی دارد و خواهان این پری سیما می شود و شاپور را در طلب شیرین به اران می فرستد. هنگامی که شاپور به زادگاه شیرین می رسد در دیری اقامت می کند و به واسطه ساکنان آن دیر از آمدن شیرین و یارانش به دامنه کوهی در همان نزدیکی آگاه می شود. پس تصویری از خسرو می کشد و آن را بر درختی در آن حوالی میزند. شیرین را در حین می میبیند و دستور میدهد تا آن نقش را برای او بیاورند. شیرین آنچنان مجذوب این نقاشی میشود که خدمتکارانش از ترس گرفتار شدن او آن تصویر را از بین میبرند و نابودی آن را به دیوان نسبت دهند. و به بهانه اینکه آن بیشه سرزمین پریان است از آنجا رخت برمیبندند و به مکان دیگر میروند. اما در آنجا نیز شیرین دوباره تصویر خسرو را که شاپور نقاشی کرده بود میبیند و از خود بیخود میشود وقتی دستور آوردن آن تصویر را میدهد یارانش آن را پنهان کرده و باز هم پریان را در این کار دخیل میدانند و رخت سفر را میبندند در اقامتگاه جدید باز هم تصویر خسرو شیرین را مجذوب خود می کند و این بار شیرین شخصا به سوی نقش رفته و آن را بر می دارد و چنان شیفته خسرو می شود که برای به دست آوردران رد و نشانی از او از هر ره گذاری سراغ او را می گیرد اما هیچ نمی در این هنگام شابور که در کسفت مقام رفته از آنجا می گذارد. شیرین او را می خاند تا مگر نشانی از نام و جایگاه آن تصویر به او بگوید. شابور هم در خلوتی که با شیرین داشته پرده از این راز برمیگشاید و نام و نشان خسرو و داستان دلدادگی او به شیرین را بیان میکند و همان گونه که با سخن افسونگر خود خسرو را در دام عشق شیرین گرفتار کرده مرغ دل شیرین را هم به سوی خسرو به پرواز در میآورد شیرین که در اندیشه رفتن به مدائن است انگشتری را به عنوان نشان از شاپور میگیرد تا بدان وسیله به حرمسرای خسرو راه یابد شیرین که دیگر در عشق روی دلداده نادیده گرفتار شده بود سهرگاهان بر شب دیز می نشیند و به سوی مدائن می تازد. از سوی دیگر خسرو که مورد خشم پدر قرار گرفته به نصیحت بزرگ امید قصد ترک مدائن می کند. قبل از سفر به اهل حرم سرای خود سفرش می کند که اگر شیرین به مداین آمد در حق او نهایت خدمت و مهمان روازی را رعایت کنند و خود با جمعی از غلامانش راه ارام را در پیش می گیرد. در بین راه که شیرین خسته از رنج سفر در چشمی تن خود را می شوید متوجه حضور خسرو می شود. هر دو که با یک نگاه به یک دیگر دل میبندند به امید رسیدن به یاری زیباتر از این عشق چشم می خسرو به امید شاهزادهی که در اران در انتظار اوست و شیرین به یاد صاحب تصویری که در کاغ خود روزگار را با عشق او میگذراند شیرین و دسته مسافتی طولانی به مدائن رسید اما اثری از خسرو نبود. کنیزان او را در کاخ جای داده و آنچنان که خسرو سفارش کرده بود در پذیرایی از او میکوشیدند شیرین که از رفتن خسرو به اران آگاه شد بسیار حسرت خورد. رقیبان به واسطه حسادتی که نسبت به شیرین داشتند او را در کوهستانی بد آب و هوا مسکن دادند و شیرین در این مدت تنها با غم عشق خسرو زندگی میکرد از سوی دیگر تقدیر نیز خسرو را در کاخی مقیم کرده بود که روزگاری شیرین در آن میخرامید و صدای دلانگیزش در فضای آن میپیچید اما دیگر نه از صدای گامهای شیرین خبری بود و نه از نوای سهرانگیزش شاپور خسرو را از رفتن شیرین به مدائن آگاه می کند. و از دستور می گیرد که به مدائن رفته و شیرین را با خود نزد خسرو بیاورد. شاپور این بار نیز به فرمان خسرو گردن می نهد و شیرین را در حالی که در آن کوهستان بد آب و هوا به سر می برد نزد خسرو به اران آورد. هنوز شیرین به درگاه نرسیده که خبر مرگ هرمز کام او را ترخ می کند. به دنبال شنیدن این خبر شاه جوان ازم مدائم می کند تا به جای پدر بر تخت سلطنت تکیه زند. دگر بار شیرین قدم در قصر می نهد به امید اینکه روی دل دایده خود را ببیند اما باز هم ناامید می شود. در حالی که خسرو در ایران به پادشاهی رسیده بود بهرام چوبین علیه او قیام می کند و با تهمت پدرکشی بزرگان قوم را نیز بر ضد خسرو تحریک می نماید. خسرو نیز که همه چیز را از دست رفته مییابد جان خود را برداشته و به سوی مقان میگریزد در میان همین گریزها و نابسامنی ها روزی که با یاران خود به شکار رفته بود ناگهان چشمش بر شیرین افتاد که او نیز به قصد شکار از کاخ بیرون آمده بود دو دل داده پس از مدت ها دوری سرانجام یکدیگر را دیدند در حالی که خسرو تاج و تخت شاهی را از دست داده بود خسرو به دعوت شیرین قدم در کاخ مهین بانو گذارد مهین بانو که از عشق این دو و سرگذشت شیرین با خوبرویان حرمسرایش آگاهی داشت از شیرین خواست که تنها در مقابل عهد و کابین خود را در اختیار خسرو نهد و هرگز با او در خلوت سخن نگوید شیرین نیز بر انجام این خواسته سوگند خورد خسرو شیرین بارها در بز و شکار در کنار هم بودند اما خسرو هیچگاه نتوانست به کام خود برسد سرانجام پس از اظهار نیازهای بسیار از سوی خسرو و ناز از سوی شیرین خسرو در از مشروقه خود برداشت و عزم روم کرد در آنجا مریم دختر پادشاه روم را به همسری برگزید و بعد از مدتی نیز با سپاهی از رومیان به ایران لشکر کشید و تاج و تخت سلطنت را بازپس گرفت اما در عین داشتن همه نعمتهای دنیایی از دوری شیرین در غم و اندوه بود شیرین نیز در فراغ روی معشوق در تب و تاب بیقراری بود مهین بانو در بستر مرگ برادرزاده خود را به صبر و شکیبایی وسیعت می کند. تجربه به او نشان داده که غم و شادی در جهان ناپایدار است و به هیچ یک نباید دل بست. پس از مرگ مهین بانو شیرین بر تخت سلطنت نشست و عدر و داد را در سراسر ملک خود پراکند. اما همچنان از دوری خسرو ناآرام بود. پادشاهی را به یکی از بزرگان درگاهش سپرد و به سوی مدای ره سپار شد در همان هنگام که روزگار نیکبختی خسرو در اوج بود خبر مرگ بهرام چوبین را شنید سه روز به رسم سوگواری دست از شادی و نشاد برداشت و در روز چهارم به مجلس بزم نشست و به امید اینکه نواهای باربرد درد دوری شیرین را در وجودش درمان کند او را طلب کرد باربرد نیز سی لحن خوشآواز را از میان لحنهای خود انتخاب کرد و نواخت خسرو نیز در ازای هر نوا بخشش شاهانه نسبت به باربود روا داشت آن شب پس از آنکه خسرو به شبستان رفت عشق شیرین در دلش تازه شد با خواهش و التماس از مریم خواست تا شیرین را به حرم سرای خود آورد اما با پاسخ این دروش از سوی مریم مواجه شد خسرو که دیگر نمیتوانست عشق سرکش خود را مهار کند شاپور را به طلب شیرین فرستاد اما شیرین با تندی شاپور را از درگاه خود به سوی خسرو روانه کرد شیرین این بار نیز در همان کوهستان رخت اقامت افکند و غذایی جز شیر نمیخورد از آنجایی که آوردن شیر از چراگاهی دور کاری بسیار مشکل بود شاپور برای رفع این مشکل فرهاد را به شیرین معرفی کرد در روز ملاقات شیرین و فرهاد فرهاد دل در گروه شیرین میبازد این اولین دیدار آنچنان او را متحوش می کند که ادراک از او رخت بر برمیبندد و دستورات شیرین را نمیفهمد هنگام که از نزد او بیرون میآید سخنان شیرین را از خدمتکارانش میپرسد و متوجه می شود باید جویی از سنگ از چراگاه تا محل اقامت شیرین بنا کند فرهاد آنچنان با عشق و علاقه تیشه بر کوه میزند که در مدت یک ماه جویی در دل سنگ خارا ایجاد کرده و در انتهای آن حوزی ساخت شیرین به عنوان دستمز گوشواره خود را به فرهاد داد اما فرهاد با احترام فراوان گوشواره را نصار خود شیرین کرد و روی به صحرا نهاد این عشق روزگار فرهاد را آنچنان پرتب و تاب و بیقرار ساخت که داستان آن بر سر زبان افتاد و خسرو نیز از این دلدادگی آگاه شد فرهاد را به نزد خود خوان و در مناظری که با او داشت فهمید توان برابری با عشق او را نسبت به شیرین ندارد پس تصمیم گرفت به گونه دیگر او را از سر راه خود بردارد خسرو فرهاد را به کندن کوهی از سنگ میفرستد و قول میدهد اگر این کار را انجام دهد شیرین و عشق او را فراموش کند فرهاد نیز بیدرنگ به پای آن کوه می رود. نخست بر آن نقش شیرین و شاه و شبدیز را حک کرد و سپس به کندن کوه با یاد دلارام خود پرداخت آنچنان که حدیث کوه کندن او در جهان آوازه یافت روزی شیرین سوار بر اسب دیدار فرهاد رفت و جام شیر را برای او برد در بازگشت اسبش در میان کوه فرو و بیم سقوط بود اما فرهاد اسب و سوار آن را برگردن نهاد و به قصر برد خبر رفتن شیرین نزد فرهاد و تاثیر این دیدار در قدرت او برای کندن سنگ خارا به گوش خسرو می رسد او که دیگر شیرین را از دست رفته می بیند به دنبال چاره است به راهنمای پیران خردمند قاصدی نزد فرهاد میفرستد تا خبر مرگ شیرین را به او بدهند مگر در کاری که در پیش گرفته سوس شود هنگامی که پی که خسرو خبر مرگ شیرین را به فرهاد میرساند او تیشه بر زمین میزند و خود نیز بر خاک میافتد شیرین از مرگ او داغدار می شود و دستور میدهد تا بر مزار او گنبدی بسازند خسرو نامه تعذیتی تنزگونه برای شیرین میفرستد و او را به ترک غم و اندوه میخواند پس از گذشت ایامی از این واقعه مریم نیز میرد می و شیرین در جواب نامه خسرو نامه به او می نویسد و به یادش می آورد که از دست دادن زیبارویی برای او اهمیتی ندارد زیرا هرگاه بخواهد نازنینان بسیاری در خدمت گذاری او حاضرند خسرو پس از خواندن نامه به فراست در می آورد که جواب آنچنان سخنان این نامه است بعد از آن برای به دست آوردن شیرین تلاش‌های بسیاری نمود اما همچنان بینتیجه بود و شیرین مانند رویایی دور از دست رست. خسرو که از جانب شیرین نامید شده بود به دنبال زنی شکرنام که توصیف زیباییش را شنیده بود به اصفهان رفت اما حتی وسال شکر نیز نتوانست آتش عشق شیرین را در وجود او خاموش کند خسرو که میدانست شاپور تنها مونس شبهای تنهایی شیرین بود او را به درگاه احضار کرد تا مگر شیرین برای فرار از تنهایی به خسرو پناه آورد شیرین نیز در این تنهایی ها روزگار را با گریه و زاری و گله و شکایت به سر برد روزی خسرو به بهانه شکار به حوالی قصر شیرین رفت شیرین که از آمدن خسرو آگاه شده بود کنیز را به استقبال خسرو فرستاد و او را در بیرون قصر منزل داد سپس خود به نزد شاه رفت شاه نیز که از نحوه پذیرای میزبان ناراضی بود با وی به عطاب سخن گفت و شکایت هانه بود و اظهار نیاز ها کرد اما شیرین همچنان خود را از او دور نگه می دارد و تاکید می کند تنها مطابق رسم و آین خسرو می تواند به عشق او دست یابد پس از گفتگوی تونانی و بی نتیجه خسرو مایوس و سرخورده از قصر شیرین باز می گردد با رفتن خسرو تنهایی بار دیگر همنشین شیرین می شود و او را دلتنگ می کند پس به سوی محل اقامت خسرو رهسپار می شود و به کمک شاپور دور از چشم شاه در جایگاهی پنهان می شود. سرگان خسرو مجلس بزمی می ترتیب می دهد. شیرین نیز در گوشه از مجلس پنهان می شود. در این بز نیک از زبان شیرین غزل می گوید و باربود از زبان خسرو. پس از چندی غزل گفتن شیرین صبر از کف می دهد و از خیمه خود بیرون می آید. خسرو که معشوق را کنار خود می آبد به خواست شیرین گردن می نهد و بزرگانی را به خواستگاری او می فرستد. و او را با تجملاتی شاهانه به دربار خود می آورد. خسرو پس از کام یافتن از شیرین حکومت ارمن را به شاپور می بخشد. خسرو نصیحت شیرین را مبنی بر برقراری عدالت و دانش آموزی با گوش جان می شنود و عمل می کند. در راه آموختن علم مناظره طولانی میان او و بزرگ امید روی می دهد و در آن سوالاتی درباره چگونگی افلاک و مبدع و مواد و بسیاری مسائل دیگر میپرسد. پس از چندی با وجود آنکه خسرو از بدذاتی پسرش شیروی آگاه است به سفارش بزرگ امید او را بر تخت می نشاند و خود رخت اقامت در آتشخانه می افکند. شیروی با به دست گرفتن قدرت پدر را مپوس کرد و تنها شیرین اجازه رفت آمد نزد او را داشت. اما وجود شیرین حتی در بند نیز برای خسرو دلپذیر و جانبخش بود. یک شب که خسرو در کنار شیرین آرامیده بود فرد ناشناسی به بالین او آمد و با دشنه جگرگاهش را درید حتی در کشاکش مرگ نیز راضی نشد موجب آزار شیرین شود و بی صدا جان داد شیرین به واسطه خون بودن بستر از خواب ناز بیدار شد و مشوق را بیجان یافت و ناله سر داد در میان ناله و زاری شیرین بر مرگ همسر شیرویه برای او پیغام خواستگاری فرستاد شیرین نیز دم فرو بست و سخن نگفت صبحگاهان که خسرو را به دخمه بردن شیرین نیز با عظمتی شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهاییش با او دشنهای بر تن خود زد و در کنار خسرو جان داد بزرگان کشور نیز که این حال را دیدند خسرو و شیرین را در آن دخمه دفن کردند سخن آخر داستان خسرو شیرین نظامی روایت عشق خسرو پرویز پادشاه خودکامه ساسانی با شیرین شاهزاده ارمنی است که در دو کتاب خسرو شیرین نظامی و شاهنامه فردوسی آمده است فردوسی در کتاب خود به طور سربسته به این عشق پرداخته است از نظر او شیرین زنی بدنام است که خسرو پرویز با افتادن در دام عشق او خود را نیز به بدنامی میکشاند در مقابل نظامی گنجوی داستان عشقی پرشور را از این دو دل داده روایت می کند. اما در این میان داستان عشق فرهاد به شیرین یک داستان فری و در واقع عشقی یک طرف است. عشقی نافرجان که نهایتا به مرگ او می انجامد. دیدگاه شما نسبت به چنین عشقی چیست؟ لطفا نظرات خودتون را در مورد خلاصه داستان خسرو شیرین کامنت کنید. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید و اگر از این سبک ویدیوها علاقه مند هستید حتما چنل ما را سابسکرایب کنید و در ویدیوهای بعدی همراه ما باشید. پایان